امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. واژه‌ای برای توصیف مرگ نداشتیم. تصور می‌کردیم شادی و دلخوشی و تمومی نداره. هیچ چیز از همون ابتدا شر نیست. بیا کلاس اینترن. زمانی دنیا چنان جوان بود که هنوز طلوع خورشید رو به خودش ندیده بود. وقتی که دشمن بزرگ مورگوت برای نابودی روشنی موتن ما اومد، مقاومت کردیم. داستان سریال ارباب حلقه ها، حلقه های قدرت با نمایش دوره دوم در عصر میانه کره زمین ظاهر خواهد شد. شکوه و سقوط قدرت ها در سراسر نقش های پهناور از جزیره نمونرها تا مناطق دوردست در جذابترین حالت ممکن خواهد بود. از اعماق دره ها و کوه های معالود تا جنگل های انبوه و زیبای پایتخت لیندون، اتحاد الفا و خاندان های آشنا به تصویر کشیده شده است. میراثی پر عظمت که هزاران سال پیش از داستان فیلم ارباب حلقه ها شکل گرفته است. بدون شک، شاهد سفر جذاب مخاطبان سینما به دورانی که قدرت های بزرگ رفته رفته شکل گرفتند یا نابود شدند خواهیم بود. روایت کلی سریال عصر دوم کره زمین و سرزمین میانه را نشان می‌دهد. سریال ارباب حلقه ها، حلقه های قدرت از هزاران سال پیش از ظهور ارباب حلقه ها شروع می شود. داستان نمایش به حکومت رسیدن با شکوه یا سقوط سرزمین ها خواهد بود. داستان در ابتدا با صلح نسبی آغاز و رفته رفته هیجان می گیرد. جالب است بدانید که نازنین بنیادی از بازیگران اصلی سریال ارباب حلقه ها، حلقه های قدرت می باشد. این سریال از پرهزینه ترین سریال های تاریخ سینماست، چرا که با بودجه 465 میلیون دلاری تولید شده و به گفته کمپانی آمازون حداقل 1 میلیارد دلار هزینه تولید این سریال شده است. این سریال در ژانر علمی، فانتزی، ماجراجویی و اکشن ساخته شده است. ارباب حلقه ها، حلقه های قدرت. و گزینه یه سابسکرایب رو بزنین.
inside their house. Cassian Ander. To steal from the Empire? So fat and satisfied. They can't imagine. Not someone like me. The Empire is choking us so slowly. We're starting not to notice. You just walk in like you belong. They're so proud of themselves. What I'm asking is this. Wouldn't you rather give it all to something real? You're in my net. اندور جدیدترین محصول از دنیای جنگ ستارگان به شمار می رود که قرار است این فرانچایز را به سمت کاملا متفاوت و جدیدی سوق بدهد. اندور با بازی دیگو لونا در نقش اصلی به نام کسیان اندور است. این شخصیت برای اولین بار در فیلم روگوان داستانی از جنگ ستارگان در سال 2016 میلادی معرفی شده بود. اتفاقات این سریال حدود 5 سال قبل از اتفاقات فیلم جریان دارد و داستان کسیان اندور را به تصویر می کشد که از یک دزد به یک شورشی علیه امپراتوری تبدیل می شود. As long as everyone thinks I'm an irritation, there's a good chance they'll miss what I'm really doing. اندور چشمانداز متفاوت و جدیدی از جنگ ستارگان را به نمایش در می آورد و روی سفر خودشناسی کسیان اندور و تفاوتی تمرکز دارد که او می تواند در جهان ایجاد کند. این سریال داستان شورش فزاینده علیه امپراتوری و نحوه دخالت مردم و سیاره های مختلف در این شورش را به نمایش می گذارد. این سریال دورهایی را به تصویر می کشد که سرشار از خطر، فریب و دسیسه است. دورهایی که در آن کسیان تبدیل به یک قهرمان می شود. They're so proud of themselves. So fat and satisfied. اندور برخلاف فیلم و سریال‌های قبلی جنگ ستارگان روی کاراکترهای تازه تمرکز دارد و داستان‌های متفاوتی را به نمایش در می‌آورد که می‌تواند جان تازه‌ای به این فرانچایز بدهد. تونی گیلروی خالق سریال اندور است. علاوه بر دیگول لونا، دیگر بازیگران این سریال شامل استلن اسکارشگورد، آدریا آرجونا و فارست ویتاکر است. Soon enough, these days will end. People are standing up. There will be no rules going forward.